امروز گروهی از ایرانیان مقیم اروپا در مقابل پارلمان اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک تجمع کردند. هدف از این تجمع درخواست حمایت حداکثری از ایرانیان معترض به رژیم و فشار حداکثری به جمهوری اسلامی از سوی سران اتحادیه اروپا عنوان شده. این گروه معترض ایرانی همچنین از ایرانیان دو تابعیتی خواستند تا با نمایندگان پارلمان‌های خود در شهرهای خود مکاتبه کنند و از آنها بخواهند که لزوم قطع ارتباط سیاسی با جمهوری اسلامی را در جلسات رسمی مطرح کنند. لیلی نیکفر، خبرنگار از مقابل پارلمان اروپا در بروکسل با ماست. از تجمع امروز ایرانیان در اونجا و شعارها و حال و هوای اونجا بگو لیلی. آریان، این پارلمان اروپا قلب تصمیم گیری های بزرگ اتحادیه اروپا است. به نوعی امروز هم اینجا ایرانیانی که قلبشون برای معترضان و برای آینده ایران میتپید، گروهشون اینجا جمع شده بودن. اونها این تجمع رو پیرو دعوت شاهزاده رضا پهلوی در واقع برنامه‌ریزی کرده بودن که خواستار این هست که ایرانیان در هر جا که هستن ملزم کنن مقامات کشورهای خارجی رو و صداشون رو به اونها برسونن برای وارد کردن فشار حداکثری به جمهوری اسلامی و حمایت حداکثری از مردم معترض ایران. اینجا هم شعارها در این راستا بود، علاوه بر حالا شعارهایی که در حمایت از خاندان پهلوی و اینکه خواستار جمهوری نیستن و اعتماد ندارن به یک سیستم جمهوری در ایران دوباره و خواستار پادشاهی هستن، سعی کردن معترضان با صدای بلند و در چند زبان بیانیه خودشون رو به گوش خارجی ها برسونن و بیانیه ها رو قراره که به نمایندگان پارلمان هم ارسال بکنن. من با بعضی از این معترضان که اینجا بودن صحبت کردم. دو تا از این مصاحبه ها رو با هم بشنویم فعلا. سران اروپا بایستی کمک بکنن. اول اینکه سپاه پاسداران رو در لیست سازمان های تروریستی قرار بدن، برای اینکه واقعا اینا تروریستن، اینا میدونن که اینا تروریستن. تمام اتفاقایی که توی دنیا داره میفته، تمام اتفاقایی که توی خاورمیانه میفته، نمیدونم توی سوریه، توی لبنان، توی فلسطین، همه اینا باعث و بانیش پشتش میخوره به سپاه پاسداران. سپاه پاسداران بایستی توی لیست تروریستی قرار بدن و این باعث میشه که کمک بکنه مردم بفهمن که این واقع، یعنی مردم دنیا بفهمه که این رژیم رژیمی نیستش که بخواد بهش اعتماد بکنن و اینکه بایستی این جرثومه فساد رو در واقع از دنیا بایستی پاک بکنن. به معترضانی که داخل ایران هستن این پیامو میرسونن که ما لحظه به لحظه در کنارشون هستیم و در اینجا با درخواستامون، با مبارزامون، مبارزایی که میکنیم در کنارشون میستیم و ازشون میخوام که هیچ وقت ناامید نشن، هیچ وقت تسلیم نشن. صبح آزادی نزدیک. علاوه بر خواسته تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران، یکی دیگر از خواسته هایی که مطرح بود اینجا این بود که سفارت خانه های جمهوری اسلامی در کشورهای اروپایی تعطیل بشه و هر گونه ارتباط سیاسی رو با سران جمهوری اسلامی قطع کنه اتحادیه اروپا.